حاجی راحله دوستم کیست؟ پشت پرده انتصاب وی به حیث سناتور را می دانید؟ او چرا دستش را هنگام سوگند یاد کردن بر روی قرآن نگذاشت؟ دلیل اصلیه که وی یک بارگی به این مقام رسید چیست؟ محفل عروسی وی که زبان زد مردم شمال است چگونه بوده است؟ برای دانستن جوابات تمام سوالاتان و مطالب جالب دیگر در مورد راحله دوستم دختر مارشال دوستم در ادامه ویدیو با ما باشید و با ما همراه باشید و همچنان برای دیدن ویدیوهای جدید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما نیز مطلع شوید. سلام و وقت بخیر بیننده های عزیز، برای یکی دیگر از ویدیوهای چینل انفو تیوی خوش آمدید. حاجی راحله دوستم فرزند ارشد مارشال عبدالرشید دوستم رهبر ترک تباران افغانستان است. راحله دوستم از خانم اول مارشال در ولسوالی خواجه دکوه ولایت جوزجان است و بعد دوره تحصیلات خود را در ترکیه به پایان رسانید. مادر راحله دوستم در قید حیات نیست. راحله برای باتور دوستم و یار محمد دوستم حیثیت مادر را داشت و در تربیت و پرورششان نقش مهم را ایفا کرده است. وی بنیاد خیریه دوستم را بر عهده دارد و سیاست و مردم دوستی را از پدرش به حرص برده است. حاجی راحله دوستم و عنوان نواده زنان نامبر تاریخ مثل ملکه گوهرشاد بیگم و نادره بیگم از بانوان نمونه و مثال زدنی عرصه خدمتگزاری و انسانیت است. با وجود اینکه این اوصاف از راحله دوستم نشر شده، اما اکثریت مردم افغانستان با سناتور شدن وی حکومت را به انتقاد گرفته و گفتند که ایشان هرگز در دنیای سیاست تجربه نداشته و هرگز مستحق این نبوده است که یک بارگی سناتور شود، در حالی که اشخاص دیگر چندین سال در این زمینه فعالیت داشتند و تجربه بهتر نسبت به دختر مارشال دوستم دارد. ولی به خاطر که راحله دختر دوستم است، این جهش های یک بارگی در افغانستان چندان تعجب برانگیز نیست. موضوع دیگری که بسیار مورد توجه قرار گرفت و اکثرا مردم گفتند که این شخص به ظاهر سناتور شده است تا حامی غنی در این روزها که حرف از حکومت موقت است بشود. و دلیل اصلی انتصاب وی به این درجه نیز گمان می رود همین باشد، به خاطر که چند قبل ترفندهای زننده اشرف غنی سران مجاهدین را به ستو آورده بود و آنها را دانه دانه از چوکات حکومت حذف کرده بود. حالا که بحث حکومت موقت پیش آمده است، اشرف غنی دوباره می خواهد سران مجاهدین و یا فرزندان آنها را در پست های دولتی بگمارد تا توجه سران مجاهدین را دوباره جلب کرده و آنها را از حمایت دولتی موقت منصرف کند. دلیل مردم نسبت به ظاهر بودن مقام راحله دوستم این است که وی در روز قسم یاد کردن دستش را بر روی قرآن نگرفت و فاصله بین دست وی و قرآن وجود داشت، در حالی که دست وی با یک دقیقه آن را لمس میکرد. ایده مردم نیز میگویند در دفترهای دولتی که برویم حرف اولشان این است که چند سال تجربه کاری داری، در حالی که این خانم هیچ تجربه در سیاست ندارد و قسمی که معلوم میشود دستش از قرآن شریف خیلی بالا است که این هم از بی تجربه بودن وی می باشد. به هر حال این خبر خوشی برای طرفداران حاجی راحله دوستم است که وی چند روز قبل از سوی رئیس جمهور کشور به حیث سناتور انتصابی در مجلس سنای کشور معرفی و رسما سوگند وفاداری یاد کرد. راحله دوستم که یک بخش عمرش را با مشکلات زیاد صرف تحصیل و خدمت و برادران و خواهرانش کرده است و از چند سال بدین سو در خصوص رسیدگی و مشکلات خانواده های شهدا و معلولین، انسجام زنان برای تأمین حقوقشان و همکاری با اهل علم و فرهنگ با هنر مشهور است.
حاجی راحل دوستم در حالی که ایام طفولیت و نوجوانی را با تحمل سخت‌ترین شرایط گذاشتند، اما صبر، تحمل و بردباری توأم با استقامت وی را یکی از مبارزین واقعی در خصوص تأمین عدالت اجتماعی و خصوص تأمین حقوق زنان در کشور تبدیل کرده است. حاجی راحل دوستم از فاکولته اداره و دیپلماسی فارغ شده است. راحل می گوید که بزرگترین هدفش خدمت به مردم و خانواده های قربانیان راه حق و عدالت افغانستان است و در این راستا تا آخرین مرحله از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهم کرد. راحل دوستم ازدواج کرده است و با گفته وی محفل ازدواج وی نمونه بر تمام زنان افغانستان می باشد. محفل عروسی راحل دوستم فرزند بزرگ مارشال دوستم رهبر ترک تباران در یکی از قریه های ولسوالی خواجه دکوه ولایت جوزجان برگزار شد. عروسی او برخلاف تصور دیگران در یک دهکده با سادگی و بی‌آلایشی تمام و دور از تجلل مصارف هنگفت تجلیل شد. این عروسی در جامعه که به شدت تحت تاثیر مصارف هنگفت و خانمانسوز است یک گام مهم و ارزشمند برای کمرنگ کردن این رسوم ناپسند است و مردم همچنین با الگوهای نیاز دارند تا یاد بگیرند که جشنهای را می شود بدون مصارف زیاد و با سادگی هم برگزار کرد. مردم از این که عروسی راحل دوستم به شکل سنتی در سرزمین پدریش با حضور مردم محل در یک فضای پر از صمیمیت و دوستی برگزار شد خوشحال بودند و می گفتند رهبر کار شایسته انجام داده است که عروسی دخترش را با سادگی تجلیل کرده است. این اقدام برای ماهایی که توان مصارف زیاد را نداریم کمک می کند. امیدوارم این فرهنگ نهادی نشود تا در آینده هیچ اقدامات پس از عروسی زیر بار فقر هم نشود. عروسی راحله برخلاف عروسی باتور دوستم پسر مارشال دوستم که در هتل مجلل و با مصارف بالا برگزار شده بود بدون مصارف هنگفت و خیلی هم ساده برگزار شد. مردم محل از عروسی راحله دوستم استقبال خوبی داشتند و این را یک اقدام مردم دوستانه رهبرشان دانستند. و اما شوهر او کیست؟ راحله دوستم با پسر کاکایش ازدواج کرده بود. بر روایت بعضی از آشنایان آنها راحله و شوهرش بین هم اختلافهای زیادی داشتند به دلیل اینکه راحله یک بانی زیبا تحصیل کرده و توانمند است اما شوهرش لایق اون نبوده و چشمش به دنبال زنان دیگر بوده و همین دلیل 2 سال بعد از ازدواج راحله دوستم از او طلاق گرفت. بینندگان عزیز و مهربان ممنون از این که تا پایان ویدیو ما را همراهی کردید. لطفاً نظریاتتان را، پیشنهاداتتان را و انتقاداتتان را در کامنت سیکشن شریک سازید و فراموش نشود برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را نیز فعال سازید. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.